خانم خامنه، درود بر شما، ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. اینکه درخواست میشه از محل صندوق توسعه ملی مطالبه یا مطالبات معوقه تولید کنندگان گندم و خرید برخی اقلام ضروری پرداخت بشه، به نظر میرسه که همچنان حکومت در نظر داره پروژه زمین سازی برای حذف یارانه ها رو پیش ببره، وگرنه چطور میشه دولت پزشکیان هزینه 50,000 میلیارد تومانی برای فرزند آوری که مورد نظر آقای خامنه ای هست رو اعلام میکنه، تخصیص میده از محل بودجه، ولی پول گندمکار رو ترجیح میده که از صندوق توسعه ملی پرداخت کنه به این ترتیبی که الان امروز اعلام کردن؟ ارزیابی شما. سلام و عرض ادب. بله، اون موقع هم که در زمان انتخابات بود من بارها مصاحبه داشتم، بارها هم عنوان کردم اصلا یکی از وظایفی که برای آقای پزشکیان تعریف شده برای اینکه بالاخره به هر نحوی در انتخابات بیاد بالا و بنشینه بر صندلی ریاست جمهوری ایران، این هست که بتونه در مورد یارانه ها یک تصمیمی رو بگیره و به هر روی آنچه که می‌بینیم زمزمه هاش رو هم بالاخره داره میاد در مورد بنزین و در موارد دیگه. دقیقاً یه همچین اتفاقی داره میفته، اگرچه الان هم می‌بینیم دارن مزه مزه میکنن ببینن که ریاکشن ها به چه صورت هست. خب بالاخره یک هراسی دارن از اعتراضات و میدونن که بنزین یک مسئله کوچکی نیست که بخوان به همین راحتی یارانه اون رو حذف بکنن. اما الان خب با نون شروع کردن، میبینیم که در مورد نون افزایش قیمت 100% قیمت رو میبینیم که تا همین در تهران بیشتر از 100% قیمت نون افزایش پیدا کرد، در بسیاری از استانهای دیگه هم به همین ترتیب. خب نکته‌ای هم که عنوان میکنن، میگن که پول نداریم برای نهاده، پول نداریم برای واردات، پول نداریم برای کالاهای اصلی، پول نداریم. و الان میبینیم با نون شروع میشه و بعد به کالاهای دیگه و از جمله بنزین هم میرسه. اما به همون ترتیبی که شما گفتین، بالاخره باید الان مهمترین نکته این هست که با یک دولت، با یک حکومتی مواجه هستیم، چون میگیم الان دولت پزشکیان، اما دولت پزشکیان هم خودش یک بخشی از حکومت جمهوری اسلامی هست که در تمام طول این بیشتر از 40 سال تنها وظیفه و کاری که انجام دادن غارت و چپاول منابع عمومی، آنچه که مردم صاحب اون هستن و ذینفع اون هستن پرداخته. و الان درسته که بارها و بارها میشنویم میگوییم که ایران یکی از ثروتمندترین کشورهاست، ایران یکی از ثروتمندترین کشورهاست، اما در همین مورد ذخایر نفت و گاز وقتی واقعا مطالعه میکنیم، میبینیم طوری از همین ذخایر نفت و گاز اینها برداشت کردن و طوری غیر صیانتی بوده، طوری از اینها نگهداری کردن که همونها هم امروز دارن به مشکل برمیخورن و در تولید نفت و در تولید گاز هم مشکل دارن.